از مجموعه لغت‌های سیاسی و جایگاه جمهوری اسلامی. نویسنده قاسم غرداغی. نشر آوای بوف. سلطنت و سلطنت طلبی. در سیستم سلطنت، اداره کشور بر عهده پادشاه است. این مسئولیت فقط در صورت کنارگیری وی از قدرت، حذف به وسیله عوامل مختلف و یا در صورت مرگ پادشاه به شخص دیگر منتقل خواهد شد. سلطنت بر اساس میزان اختیارات پادشاه به مطلق و مشروطه و بر اساس نحوه انتخاب وی به موروثی و انتخابی تقسیم می شود. سلطنتی که در آن پادشاه دارای محدودیت قانونی در مسائل سیاسی نباشد، سلطنت مطلق نامیده می شود که نوعی از دیکتاتوری است. به طور معمول جانشینان توسط فرد پادشاه یا به وسیله یک فرایند قانونی از خانواده و یا گروه های واجد شرایط انتخاب می شوند. همچنین در بسیاری موارد شخص به واسطه حقوق فتح، تحسین و یا به وسیله سیستم های حمایتی به پادشاهی برگزیده شده است. سلطنت در نوع اجرا ممکن است به صورت دیکتاتوری مطلق، تشریفاتی یا به صورت پارلمانی سلطنت مشروطه باشد که در نوع آخر مجلس ملی و پادشاه در اداره کشور مشارکت دارند. در سلطنت مطلق پادشاه به عنوان یک فرد خودکامه با دستور مستقیم به دولت حق حکمرانی با فرمان، طرح قوانین و اعمال مجازات ها حکمرانی می کند. در پادشاهی مشروطه قدرت پادشاه تابع قانون اساسی است. در اغلب نظام‌های پادشاهی مشروطه فعلی، پادشاه عمدتاً به صورت تشریفاتی و نماد وحدت ملی و تداوم دولت است. اگرچه از نظر اسمی حاکم است، اما رأی دهندگان از طریق قانونگذار حاکمیت سیاسی را انتخاب می‌کنند. قدرت سیاسی پادشاه مشروطه محدود است. این اختیارات شامل عفو ملوکانه محکومین، اعطای نشان افتخار و اختیارات عمومی سلطنتی شامل اخراج نخست وزیر، امتناع از انحلال مجلس و توشیح ملوکانه یا تایید رسمی قوانین توسط پادشاه می شود. در سیستم پادشاهی مشروطه شاه مطابق قانون اساسی چه مکتوب و چه نانوشته به عنوان رئیس دولت سیاسی و به صورت فراحزبی عمل می کند. در این حالت پادشاه دیگر شخصا سیاست‌های عمومی و رهبران سیاسی را تعیین نمی کند. به گفته ورنون بوگدانور در کتاب قانون اساسی و سلطنت، شاه مشروطه حاکمی است که سلطنت می کند اما حکمرانی نمی کند. قدرت و نفوذ یک پادشاه به سنت، سابقه، عقاید عمومی و قانون بستگی خواهد داشت. عموماً سلطنت یک پادشاه با مراسم تاجگذاری آغاز می شود، که در آن پادشاه به طور نمادین با گذاشتن تاج بر سر خود در حضور مقام‌های مهم سیاسی، مذهبی و نظامی اعلام پادشاهی می‌کند. اگر یک پادشاه به سرزمین‌ها و قومیت‌ها و مناطق وسیع‌تری حکومت کند، از او به عنوان شاهنشاه یا امپراتور و به گونه حکومتی آن امپراتوری گفته می‌شود. به طور معمول در سیستم‌های سلطنتی یک فرد به عنوان پادشاه در جایگاه سلطنت می‌نشیند. هرچند در بعضی از دوره‌های تاریخی دو پادشاه به صورت همزمان در یک اقلیم حکومت کردند. برای نمونه می‌توان به تزارهای پیتر اول و ایوان پنجم در روسیه و چارلز اول و خوانای اول معروف به خوانای دیوانه از کاستیا اشاره کرد.
در زمانی که جانشین پادشاه یک کشور هنوز به سن قانونی نرسیده باشد یا از لحاظ جسمی یا ذهنی ناتوان باشد، در این حالت یک نایب السلطنه برای انجام امور سلطنت انتخاب می شود. اگر فرد انتخاب شده مادر پادشاه باشد، به عنوان ملکه مادر خوانده می شود. نوع دیگری از سلطنت که در تاریخ چندان مورد توجه قرار نگرفت، پادشاهی انتخابی است. در این نوع سلطنت، شاه توسط مجمع گزینندگان برای یک عمر یا یک دوره مشخص انتخاب می شود، اما بعد از آن همانند یک پادشاه حکومت می کند. در سلطنت‌های انتخابی رأی عمومی ملاک نیست، بلکه مجمع گزینندگان معمولاً از تعداد اندکی از افراد واجد شرایط تشکیل شده است. از نمونه‌های مهم آن می‌توان به امپراتور مقدس روم در دوران قرون وسطا در اروپا اشاره کرد که در آن سلطنت نقش شاه ارشد مسیحیت کاتولیک و بازوی سکولار کلیسای کاتولیک را ایفا می کرد. در حال حاضر 44 کشور در جهان به طور رسمی توسط سیستم سلطنت مطلق یا مشروطه اداره می شود. پادشاهی بریتانیای کبیر که در آن شاه یا ملکه به عنوان رئیس دولت است و همه 16 قلمرو پادشاهی دارای سیستم مشروطه و دموکراسی های کاملی هستند که ملکه اختیارات محدود یا نقش تشریفاتی در آنها دارد. نوع پادشاهی در سایر کشورهای اروپا کاملا دموکراتیک است که در آن پادشاه نقش محدود یا عمدتا تشریفاتی دارد. در بعضی موارد مانند نروژ، سوئد و دانمارک، آیین مسیحی پروتستانیسم لوتری به عنوان دین رسمی شناخته می شود. در حالی که در برخی از کشورها مانند اسپانیا، بلژیک و هلند هیچ مذهب رسمی دولتی وجود ندارد. با این حال در برخی از کشورهای شاهزاده نشین اروپایی پادشاه همچنان قدرت بیشتری را حفظ کرده است. در سلطنت‌های اسلامی حفظ قدرت به مراتب دشوارتر از همتایان اروپایی و یا مشترک المنافع است. در این نوع حکومت پادشاه باید از شرع و قرآن پیروی کند و قانون اساسی این کشورها هیچ حزب سیاسی یا انتخابات ملی را مجاز نمی داند. منتقدان آن را دیکتاتوری تمامیت خواه می دانند. عمان، دولت قطر و پادشاهی عربستان سعودی، پادشاهی بحرین و کویت به عنوان سلطنت‌های مطلق طبقه بندی می شوند. به این معنی که نوعی نمایندگی مردمی وجود دارد، اما پادشاه قدرت کامل خود را حفظ می کند. پادشاهی اردن، مالزی، پادشاهی مراکش و امارات متحده عربی پادشاهی های مشروطه هستند. با این حال پادشاهان آنها هنوز قدرت های اساسی بیشتری نسبت به معادل های اروپایی دارند. با توجه به ساختار سیاسی در ایران، رهبر جمهوری اسلامی ایران را می توان در ردیف پادشاهان انتخابی و نوع مطلقه و تمامیت خواه قرار داد. زیرا این فرد توسط گزینندگان مجلس خبرگان رهبری و به صورت مادام العمر انتخاب می شود که قدرت تصمیم گیری در کل ساختارهای نظام را داراست. این مورد را می توان تا حدودی با سلطنت مطلق واتیکان مشابه دانست. سلطنت طلب. عموماً سلطنت طلب در مقابل جمهوری خواه قرار می گیرد و این بیشتر به دلیل سابقه تاریخی آن است که همیشه در مقابل نظام سلطنت نظام جمهوری را قرار می دادند. در تعریف کلی سلطنت طلب،
کسی است که به حمایت از یک سلسله یا میل به بازگشت آن و همچنین حمایت از شخصی است که به عنوان سلطان یا پادشاه بر تخت نشسته و یا مدعی تاج و تخت بوده و یا حمایت از شخص مخلوع شده از سلطنت است. در این زمینه دو واژه متفاوت وجود دارد که متاسفانه در فارسی هر دوی آن به عنوان سلطنت طلبی ترجمه می شود. واژه مانرکیزم که در فارسی تحت عنوان سلطنت طلبی ترجمه شده به کسی اطلاق می شود که از سامانه پادشاهی فارغ از هر پادشاه و شخص و سلسله حمایت می کند و بیشتر طرفدار نوع حکومت پادشاهی است که به عنوان سیستم سیاسی اجتماعی جامعه شناخته می شود. همچنین واژه دیگری که آن هم در فارسی به سلطنت طلبی ترجمه می شود کلمه رویالیست است. این واژه به کسی اطلاق می شود که از یک پادشاه به عنوان رئیس دولت یا یک پادشاه خاص و یا یک سلسله خاص حمایت می کند. این با کسی که صرفاً طرفدار سیستم پادشاهی است متمایز می باشد. غالباً این نوع افراد حامی رژیم فعلی یا رژیمی هستند که اخیراً توسط یک انقلاب یا شیوه های دیگر سرنگون شده است. امروزه در دنیا این دو اصطلاح تقریباً قابل تشخیص نیست، زیرا در سیستم های پادشاهی بزرگ رقیب قابل توجهی برای تاج و تخت وجود ندارد. اما به طور مثال در فرانسه قرن 19 رویالیست ممکن بود یک بونپارتیسم یا اورلانیست و یا یک سلطنت طلب مشروطه باشد که هر یک معتقد به سیستم خاصی از سلطنت بودند. در نمونه امروزی آن میتوان بخشی از سلطنت طلبان ایران را نام برد که مطلقاً خواهان بازگرداندن سیستم حکومتی پهلوی بر سر قدرت هستند و نه بازگشت به مدل حکومت پادشاهی گذشته دیگر. در فلسفه سیاسی یا گاهی در افکار عمومی مفهوم این دو واژه غالباً اشتباه گرفته می شود. دلایل موافقان و مخالفان سلطنت. مهمترین دلایلی که سلطنت طلبان برای حمایت و برپایی یک سیستم پادشاهی عنوان می کنند عبارتند از 1. سلطنت طلبان سیستم پادشاهی مطلق را در مقابل هرج و مرج گرایی قرار می دهند. همچنین امروزه آن را سدی مناسب در مقابل ظهور لیبرالیسم، کمونیسم و سوسیالیسم می دانند. برای رفع اتهام دیکتاتوری مطلق، اوتو فون هابسبورگ، آخرین ولیعهد اتریش مجارستان، از نوعی سلطنت مشروطه‌خواهی حمایت می کند که بر پایه برتری مقام قضایی استوار است و سیستم دادگاه را به عنوان بالاترین مقام برای رفع تمام مشکلات احتمالی سلطنت به رسمیت می شناسد. 2. وجود رئیس دولت غیرحزبی و عامل اتحاد. برخی نظام سلطنت را به این دلیل توجیه می کنند که در آن رئیس دولت به صورت فراحزبی عمل کرده و امکان ایجاد یک دولت خارج از وابستگی به احزاب را فراهم می کند. به این شکل اطمینان می دهد که عالی ترین مقام یک کشور چه در داخل و چه در خارج وابسته به هیچ حزب و گروهی نبوده و متعلق به همه مردم آن کشور است. همچنین به اعتقاد برخی در کشورهایی که از ملیت‌ها و فرهنگ‌های مختلفی تشکیل شدند، این امر می تواند باعث ایجاد یک پارچگی و اتحاد در میان اقوام و ملیت‌ها شود. 3. حفاظت از آزادی.
اتحادیه بین المللی سلطنت طلبان که در سال 1943 تأسیس شده است، همیشه به دنبال تقویت سلطنت است. با این توجیه که برای آزادی مردم هم در سیستم مشروطه و هم در یک دیکتاتوری مطلق تلاش می کند که طبق نظر آنان پادشاه در زمره سیاستمداران قرار نمی گیرد و به مردم تعلق دارد. ماتیو فنی، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه کاتو، می نویسد: چیزی که می توان به نفع سلطنت مشروطه گفت این است که به رئیس دولت اجازه می دهد تا شخصیتی سیاسی نباشد، چه دموکرات باشد و چه جمهوری خواه. رئیس جمهور آمریکا نماینده این کشور به عنوان رئیس دولت است، به این معنی که متاسفانه فرهنگ، سنت‌ها یا منافع آمریکایی هرگز توسط شخص دیگری غیر از یک سیاستمدار نشان داده نمی‌شود. منافع انگلیس برای دهه‌ها توسط همان شخصی که مظهر آداب و رسوم غیر سیاسی انگلستان است نمایندگی می‌شود. در ایالات متحده هر 4 سال یک بار آمریکا توسط کسی نمایندگی می شود که درک متفاوتی از معنای آمریکایی بودن نسبت به شخصی که قبلا در کاخ سفید زندگی می کرد دارد. 4. نیاز به تعلق. عده‌ای از فلاسفه مانند سی‌اس لوئیس معتقدند که انسان همیشه در جامعه میل به قرار گرفتن در سلسله مراتب را دارد، به این شکل که مدام به دنبال پیروی و تمجید و تعلق است. در جوامعی که مردم آن از تکریم پادشاه منع شدند، میلیونرها، ورزشکاران یا ستارگان فیلم و حتی روسبی‌های معروف یا گانگسترها را به جای شاه احترام می‌گذارند. هنگامی که نیازهای فیزیولوژیکی و نیازهای ایمنی به طور کامل برآورده شد، نیاز به عشق، تعهد و تعلق ظاهر می‌شود. بنابراین روان آدمی نیز همانند جسم عمل می‌کند، به این ترتیب که هر چقدر گرسنه بماند حریص‌تر خواهد شد. عقاید این گروه بیشتر تفسیری سیاسی از نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو است که عقیده دارد به سختی میتوان ادعا کرد که آزادی، دموکراسی، هنر، موسیقی با کیفیت و ورزش در افراد و جوامعی که هنوز نیازهای پایه‌ای خود را برآورده نکردند رشد و امکان داشته باشد. مازلو، 1954. نظر مخالفان. مخالفان پادشاه جیمز دوم سرآمدان و نخبگانی بودند که در زمره وفادارترین ها به نهاد سلطنت به شمار می آمدند. انتقاد از سلطنت به 2 شکل کلی، علیه دولت، سلطنت یا به طور خاص برای پادشاهی های تحت کنترل خانواده های سلطنتی موروثی مطرح می شود. در برخی موارد این انتقادها بر مفاهیم زیربنایی سلطنت مانند حق الهی پادشاهان اغلب در دوران عصر روشنگری وارد شده که به طور مشخص راه را برای انقلاب فرانسه و اعلامیه لغو سلطنت در فرانسه باز نمود. در قرن حاضر سلطنت ها به اشکال مختلف با درجات مختلف قدرت سلطنتی و دخالت در امور مدنی در جهان وجود دارند که مخالفان نظام سلطنت علاوه بر نقد حاکمیت فردی عمدتاً به حفظ کرامت و جایگاه تمامی افراد جامعه نیز تاکید دارند. به طور خلاصه می توان این مخالفت ها را در گروه های زیر دسته بندی کرد. 1. استناد به مواد 1 و 2
و 3 و بند 1 و 3 از ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر که صراحتاً اعلام می‌دارد. ماده 1: تمام افراد بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر عادلانه و برادرانه رفتار کنند. ماده 2: همه انسان‌ها به هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگر، خواستگاه اجتماعی و ملی، وضعیت دارایی، محل تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادی‌های مطرح در این اعلامیه هستند. به علاوه میان انسان‌ها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت غیر خود مختار یا تحت هر گونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد. ماده 3: هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است. ماده 21: 1. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود مستقیما یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید. 2. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خیش را دارد. 3. اراده مردم میبایست اساس حاکمیت حکومت باشد. چنین اراده‌ای میبایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد میبایست به صورت مخفی یا به طریقی مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند. 2. مخالفان سلطنت استدلال میکنند: سلطنت نه تنها یک نهاد غیر پاسخگو است، بلکه قدرت تقریبا نامحدودی نسبت به سایر سیاستمداران دارد که این اعمال قدرت و نظر به شیوه های مختلف انجام می شود. حق امتیاز ویژه سلطنتی: اختیارات سلطنتی که به نخست وزیر اجازه می دهد بدون رأی گیری در پارلمان اعلام جنگ کند و یا معاهداتی با کشورهای دیگر امضا کند. شورای سلطنت که در اکثر نظام‌های پادشاهی در مجلس مانع از تصویب قوانینی می‌شوند که مورد دلخواه پادشاه نیست. حق انحلال مجلس: مطابق این اصل پادشاه می‌تواند هر زمان که قانونی خلاف میلش تصویب شد مجلس را منحل کند. بنابراین آزادی مردم به هیچ عنوان قابل تضمین نیست. 3. سلطنت موروثی ناعادلانه و نخبه سالار است. در یک جامعه مدرن و دموکراتیک نباید انتظار داشت که کسی به دلیل تولد در یک خانواده خاص به دیگری برتری داشته باشد، زیرا چنین سیستمی برای جامعه خود آسایش و امنیت فراهم نمی کند و نگرش هایی را ترغیب می کند که بیشتر مناسب دوران گذشته امپریالیسم هستند تا ملت های مدرن. همچنین برخی معتقدند که حق معصومیت خانواده سلطنتی باعث کاهش ارزش افراد دیگر در جامعه شده و باعث الغای حس شهروندی درجه 2 در آنان می شود. در حکومت‌های موروثی و نخبه سالار قدرت دولت در دست طبقه ممتاز است
و آن طبقه حاکمیت را از راه وراثت و امتیازهای طبقه‌ای در دست می‌گیرد و دیگر طبقات در آن راه ندارند. 4. سلطنت با دموکراسی مغایرت دارد. سلطنت یک حق اساسی را از مردم سلب می‌کند. هر کسی حق دارد به عنوان رئیس دولت انتخاب شود و متعاقباً هر کس حق دارد آن را انتخاب کند. این چنین رئیس دولتی مجبور به پاسخگویی در برابر مردم است و مسئولیت پذیری او در قبال مردم جامعه بهتری ایجاد می کند. 5. سلطنت یک سیستم پارلمانی را بی ارزش می کند. پادشاه با استفاده از اختیارات و قدرت سلطنت می تواند برای دور زدن روند طبیعی دموکراتیک بدون هیچ گونه پاسخگویی سوء استفاده کند و چنین فرایندهایی مطلوب یک دولت ملی نیست. 6. سلطنت نیازمند تمکین است. استدلال مخالفان این است که اعضای خانواده سلطنتی هرچند کم سن و سال از مردم جامعه انتظار تملق و احترام دارند و این با کرامت انسانی در منافات است. 7. سلطنت دشمن لیاقت و شایسته سالاری است. پادشاه شخصی را تعیین می کند که بدون توجه به شرایط رئیس دولت شود. رسیدن به بالاترین مقام اجرایی در این کشورها با رقابت آزاد و منصفانه امکان پذیر نیست. اگرچه سلطنت طلبان استدلال می کنند که پست نخست وزیری عنوانی با قدرت واقعی چیزی است که هر کسی می تواند به آن دست یابد، اما در عمل رسیدن به مقام رئیس دولت در سیستم پادشاهی چندان دموکراتیک و شایسته محور نیست. 8. سلطنت یک دین و آیین حکومتی را تحمیل می کند. با آنکه از قرن 17 به بعد هر دو شاخه مسیحیت در باور حق الهی پادشاهان بازنگری کردند، اما همچنان در قانون اساسی اکثر کشورهای پادشاهی سلطنت را موهبت الهی و پادشاه را مسئول اشاعه مذهبی خاص می دانند. 9. پادشاهان در عمل ضمن عدم رعایت بی‌طرفی فاقد سیستم کنترلی مناسب نیز هستند. منتقدان استدلال می‌کنند که پادشاهان بی‌طرف نیستند، بلکه عقاید و معیارهای خود را دارند و مانند انسان‌های دیگر همیشه تلاش می‌کنند تا به وسیله ابزارهایی که در دست دارند از منافع خود محافظت کنند. معمولاً سیستم بازرسی نیز جوابگوی کنترل و نظارت بر آن نیست. منتقدین بر این عقیده‌اند که در طول تاریخ پادشاهان هرگز پاسخگو نبودند و نیستند. 10. سلطنت پرهزینه و گران است. منتقدین استدلال می‌کنند که سلطنت هزینه زیادی دارد. آنان ادعا می کنند که هزینه های حفظ امنیت پادشاه و خانواده سلطنتی، عدم اخذ مالیات از املاک و مستغلات پادشاهی، برگزاری مراسمات مختلف، کاخها و مراکز زندگی پادشاه که می تواند به منبع درآمد گردشگری تبدیل شود، هزینه هایی است که مضاف بر بودجه دولت برای اداره کشور نسبت به دیگر سیستم های حکومتی است که باید صرف شود. 11. نظام پادشاهی باعث می شود که کشور در دید جهانیان عقب مانده به نظر برسد. با توجه به اینکه سیستم پادشاهی بیش از حد یادآور فئودالیسم قرون وسطایی است، هرچند که به عنوان یک مفهوم باستانی استفاده شود، در دید و نگاه بین المللی به عنوان یک کشور توسعه نیافته به حساب می آید، هرچند که یک کشور مدرن باشد.
12. هر جنبش سلطنتی خواهانه ضد دموکراتیک است و از قدرت تنها یک انسان حمایت می کند. فروپاشی جهانی سلطنت. فروپاشی نظام پادشاهی به معنی قطع دست پادشاه و عواملش از قدرت و دولت که با اصلاح قانون، انقراض سلطنت ناشی از استعفای شاه، انقلاب، کودتا و یا مبارزه با استعمار صورت می‌پذیرد. انگیزه های فروپاشی سلطنت در قرن‌های اخیر که با سپیددم قرن 18 و همراه با انقلاب‌های جمهوری خواهی آغاز شده است، عموماً شامل برابری طلبی و دیدگاه‌های ضد طبقاتی، مخالفت با نهادهای غیر دموکراتیک و موروثی، نفی سلطنت به عنوان سیستم منسوخ شده و مخالفت با یک پادشاه یا سلسله خاص بوده است. همچنین در بسیاری از کشورهای مورد استعمار، از بین بردن نفوذ دولت استعمارگر بخشی از مبارزه بر علیه نظام پادشاهی تلقی می شود. در بسیاری از قلمروهای مشترک المنافع، سلطنت به عنوان یک نهاد خارجی تلقی شده که مغایر با هویت یا حاکمیت ملی آن کشور محسوب شده است. امروزه در برخی از کشورهایی که دارای نظام پادشاهی هستند، جنبش‌های جمهوری خواهی قابل توجهی را می‌توان مشاهده کرد. احیای نظام‌های پادشاهی در عصر معاصر نسبتاً نادر بوده است، اما به عنوان نمونه می‌توان از پادشاهی اسپانیا نام برد. این کشور تا سال 1947 که حکومت دیکتاتوری سر کار بیاید به دست جمهوری خواهان اداره می شد. نظام دیکتاتوری نیز در سال 1975 به حکومت پادشاهی مشروطه تبدیل شد. همچنین تغییر نظام سیاسی کامبوج در سال 1993 از یک جمهوری مارکسیست لنینیست به یک سلطنت انتخابی نمونه های بازگشت به نظام پادشاهی است. قرن بیستم همچنین شاهد شکلگیری تعدادی از سلطنت های جدید بود که تا امروز نیز وجود دارد، مانند بوتان 1907، اردن 1921، عربستان سعودی 1932 و مالزی 1957. در رفراندومی که در سال 1993 در برزیل برگزار شد، رأی دهندگان به بازگرداندن سلطنت در این کشور رأی منفی دادند. تلاش‌های ناموفق برای احیای پادشاهی در برخی از کشورهای بالکان در بلوک شرق سابق نیز همچنان ادامه دارد. آبایبور.com